درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. رضا شاه دوم میگه تلاش جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور ترامپ تعجب آور نیست. من مدت هاست در مورد فعالیت های رژیم در خاک ایالات متحده هشدار دادم. بیانیه اخیر اداره کننده اطلاعات ملی آمریکا نیز تایید میکنه که این رژیم اسلامگرا یک قدرت تجدید نظر طلبه که فعالانه آمریکا و دموکراسی اون رو تهدید میکنه. ایالات متحده به خاطر امنیت و منافع خودش هم که شده، باید از مبارزه مردم ایران برای پایان دادن به این رژیم جنایتکار حمایت کنه و در این میان شبکه لابیگران ثبت نشده و هسته های تروریستی رژیم در خاک خودش رو شناسایی کنه و تحت تعقیب قرار بده. یعنی شاهمون رفته سر اصل مطلب. به نظرم یکی از اهدافش رسانه های فارسی زبانه. در همین رابطه شبکه من و تو یک گزارش از مشتبه واحدی منتشر کرده و میگه تحلیلگر سیاسی در گفتگو با من و تو درباره گزارش CNN مبنی بر اینکه مقامات آمریکا در هفته های اخیر اطلاعاتی رو از یک منبع انسانی در مورد توطئه جمهوری اسلامی برای سوء قصد به ترامپ به دست آوردن میگه که این خبر جعلیه و هر دو طرف، یعنی دولت دموکرات جو بایدن و جمهوری اسلامی، از انتشار این خبر جعلی نفع میبرن. بشنوید. ببینید، اگر از من بپرسید که در هر گوشه دنیا یک پلیدی، پلشتی، ماجراجویی، جنایت، خیانت، فساد وجود داره، آیا دست جمهوری اسلامی درش هست؟ میگم بالقوه بله. اما در ماجرای اخیر به نظر من ببینید یک هماهنگی عجیب و البته ناشیانه وجود داره در خبررسانی. یک جریان رسانه‌ای که نزدیک به بایدن، نه نزدیک، اصلا طرفدار افراطی بایدن که در رأسش CNN و شریک انگلیسی، شریک آمریکایی BBC یعنی CBS، اینا به نظرم دنبال یک تدبیر بودن که یه خورده فشار رو کم کنن. خب حساب کنید دو راه وجود داره. یکی اینکه همون حرف اولی که در یه جوان 20 ساله یلاقبا تحریک شده، اومده وارد اون محل شده و ترامپ رو ترور کرده، این سرشکستگی بزرگی برای سیکرت سیستم آمریکا و برای پلیسش، برای FBI که یه جوان یلاقبا این کارو کرده. اما اگه قصه اینطوری طراحی کنن که دولت حامی تروریسم که هر سال میلیاردها دلار برای تروریسم در دنیا هزینه می‌کنه پشت این قصه بوده، یه خورده فشار روی دولت بایدن و سیکرت سیستم کم میشه. به همجد قصه رو جعل کردن. جعل هم ببین به این معنی که شما وقتی خبر رو میخونید، تیتر رو میخونید، اینکه جمهوری اسلامی اخیراً تهدید برای ترامپ فرستاده بوده، ولی میرید محتوای خبر رو میخونید، خود اون خبر میگه تو این ماجرا جمهوری اسلامی نقشی هنوز مشخص نشده و نداشته نقش. جناب واحدی انگار از پیشینه ی حذف‌های فیزیکی جمهوری اسلامی در برون مرز بی اطلاعه. این مورد که در تصویر دارید میبینید مال سال 1401. سرتیم عملیات حذف جان بولتون و مایک پومپو، فردی به نام محمد رضا انصاری از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در سوریه بوده که اشتباهاً برای انجام این نقشه حذف یک مأمور FBI رو اجیر کرده بود. عامل برنامه‌ریزی این توته که از آمریکا نیرو اجیر کرده بود، شهرام پورصفیه که پیشتر FBI عکس و مشخصات او را به عنوان مظنون منتشر کرده بود. این عضو 46 ساله نیروی قدس تحت نام مستعار مهدی رضایی فعالیت می‌کرده. یعنی نمیشه تایید کامل کرد و نه تکذیب، مگر اینکه طبق یک منبع خاص بگن که این خبر جعلیه. آیا به نظر شما ایشان از حقیقت ماجرا از طریق منابع خاصی آگاهن یا فقط حدس میزنه؟ تحلیلگر سیاسی فقط زنده یاد عمو مانوک بود که او را هم کشتن. مانوک خدابخشیان میگفت بزرگترین خطر سلطنت نماها هستند. بزرگترین خطر در واقع برای ایرانیان خارج از کشور سلطنت نماها هستند. در اینجا خیلی ها سلطنت طلب بودن. آقای فواد پاشایی اینا سالها با آقای داریوش همایون فعالیت میکردن، یا دوستان دیگری مثل آریو برزن پیروزنیا و جوانان دیگه سایت جنبش دانشجویی داشتن. اینها با شامورتی بازی اولا اکثر آدمهای کروبی رو فرستادن خارج،
چون یادتون نره برادری کروبی با آمریکایی‌ها در ایران گیت همکاری میکرد. وقتی هم مرد تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتن ایشان اسرار رو به گور برد. شما میتونید طرفدار شاهزاده باشید، خب هیچ ایرادی نداره، طرفدارشید، ولی وقتی یک سری میان و بازی رو به انحراف میکشن، بنابراین اگر شما میخواهید برنده بشید اول باید پاکسازی کنید خارج از کشور رو. خارج از کشور یک جمهوری اسلامی در تبعید وجود داره. اتاق خبر من و تو گزارش داده که آریان کودکی که 19 روز پیش در پارک شهر تهران گم و توسط دو زن رو بوده شده بود نزد خانواده بازگشت. این کودک 3 ساله 8 تیر همراه با برادر دوقلوی خودش توسط پدرش به پارک شهر برده میشه که پس از مفقودی او دوربین های مدار بسته محل مفقودی و خیابان های اطراف بازبینی میشن. 27 تیر کارگاهان جنایی محل نگهداری کودک در محدوده خانیاباد خیابان ماهان شهرک بوستان رو شناسایی میکنند. 2 متهم زن 35 و 14 ساله بازداشت میشن و کودک به آغوش خانواده برمیگرده. ببینید دوستان، تا اینجای گزارش هیچ مشکلی نداره، اما لطفاً به ادامه بیشتر دقت کنید. در ادامه اتاق خبر من و تو نوشته که رئیس پلیس آگاهی پایتخت اعلام کرده که این دو زن اهل یکی از کشورهای شرقی بودند. اسامی 2 متهم توسط خبرگزاری رکنا منیژه و زهرا اعلام شده. جهت شفافسازی باید بگم که این دوتا زن افغانی بودن که یک کودک ایرانی رو دزدیدن. شما فکر میکنید من و تو برای چی افغانی بودن این افراد رو سانسور کرده؟ وقتی بهتون میگم من و تو شرف نداره، برای این موضوع دوستان که خبر رو به نقل از رکنا مینویسن اما ملیت اونا که رکنا نوشته اهل افغانستان بودن رو سانسور میکنن. اگر اینا مشتی مزدور نیستن پس کی هستن؟ ببینید 14 مامور نیروی انتظامی توسط افغانی‌ها تو شهرک صنعتی 8 گرد کشته شدن. این خبریه که از دیروز سانسور شدید خبری داره میشه. یعنی 14 نفر از پرسنل ناجا رو کشتن و 4 سرباز وظیفه رو هم به شدت مجروح کردن. این در حالیه که 10 میلیون افغان در ایرانه که اگر 1% اونا یعنی 100,000 نفر مسلح بشن، جنگ خیابانی در ایران به راه میندازن که هیچ کسی قادر به پایان دادن به اون نیست. این خطریه که هممون باید درک کنیم و نسبت بهش هشدار بدیم. من و تو تا مدت‌ها علیه ایران برنامه میذاش، مخصوصا اون میزه گردش که اعتمادی و نجا علی مزخرف بودن، ولی دید که مخاطب نمیگیره و یک سری برنامه مثل تونل زمان هم گذاشت. در کنارش تریبون به شاهمون دادن، ولی باز هم مصدقی بودن و تریبون اصلیش دست مشروطه چیا بود. همون تونل زمان و مستنداش هم در ادامه سیاست همین افراد بود. روش مشروطه چیا طرفداری سفت و سخت از نظام پادشاهی و دوشاه فقید بدون حمایت آشکار از پهلوی زنده و جان کلامین که واقعیت و افسانه که در این تصویر میبینید در هم تنیده شده که جهان با مدیریت شاه ایران جای بهتری بشه و خواهد شد. میدونید چرا رضا شاه دوم شکست نمیخوره؟ چون برای برنده شدن نیومده، برای نجات ایرانمون اومده. زنده باد رضا شاه دوم، پاینده باد ایران و تا ابد جاوید شاه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.